یاد مجاهد قهرمان غلام رضا خسروی در سالگرد شهادتش گرامی باد. اولین کانون شورشی 350. حمیدرضا درخشنده پس از دستگیری به خاطر کیفر امام جمعه خامنه‌ای در کازرون در محل نیروی انتظامی انگیزه خود را از حمله بیان کرد. دلیلش خدمت شما عرض، یه سری چیزایی شنیده بودم و دیده بودم از بی‌عدالتی. حتی خودم هم میرفتم اونجا. حالا بگذاریم، انشاءالله توی فضایی براتون توضیح میدم. میدیدم صدها مورد از این میدیدم، چقدر بخرم، چقدر به مستضعف بدم. میرفتم این جنایت ها رو میدیدم. ما چاقوکش نیستیم، جهت اطلاع بهتون بگم اولین بارم بوده. دوستان بدونید همه میشناسن منو، چاقوکش هم دارم، ولی حکم خورم. ملت ایران، دور همتون بگردم، دور مستضعفین بگردم، دور اونایی که شب ندارید نون بخورید، دور اونایی بگردم که قسط و وام بیمارتون کرده. کنفرانس سران عرب و سران کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در مکه علیه تروریسم و جنگ افروزی رژیم حاکم بر ایران. بیانیه سران عرب، تاکید بر همبستگی کشورهای عربی برای مقابله با دخالت‌های مستقیم و غیر مستقیم رژیم ایران در این کشورها. محکومیت شلیک موشک‌های بالستیک ساخت رژیم ایران به عربستان، محکومیت حمایت از شبه نظامیان حوثی علیه دولت قانونی یمن و محکومیت دخالت در بحرین و بحران سوریه. سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه خود رژیم را از جمیع جهات محکوم کردند. محکومیت پرتاب موشک و حملات شبه نظامیان تروریست حوثی در عربستان و تعرض به 4 کشتی تجاری در آبهای امارات. محکومیت تهدیدهای آزادی کشتیرانی و صادرات نفت. ضرورت التزام رژیم ایران به منشور ملل متحد و متوقف کردن تسلیح شبه نظامیان و گروه‌های تروریستی و پشتیبانی سران این کشورها از استراتژی ترامپ در قبال رژیم ایران، برنامه اتمی، برنامه موشکی، فعالیت‌های برهم‌زننده ثبات منطقه و حمایت رژیم ایران از تروریسم. ضرورت مقابله با فعالیت‌های خصمانه حزب الله لبنان و سپاه پاسداران و شبه نظامیان حوثی و سایر گروه‌های تروریستی. سخنرانی ملک سلمان: دخالت رژیم ایران در امور داخلی کشورهای منطقه، توسعه برنامه اتمی و موشکی، تهدید حمل و نقل و بازار جهانی نفت، تعرض آشکار به منشور ملل متحد، پشتیبانی رژیم از تروریست به مدت 4 دهه برای چیره شدن بر منطقه، سیاستی است که قوانین بین المللی آن را نمیپذیرد. از جامعه جهانی می‌خواهیم برای جلوگیری از دخالت‌های رژیم ایران در کشورهای دیگر، برای جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی این رژیم در منطقه و جهان و برای متوقف کردن تهدیدهای این رژیم علیه حمل و نقل دریایی و عبور از تنگه‌های بین‌المللی از همه راه‌ها استفاده کند. رئیس دولت فلسطین: بر محکومیت تعرض به تأسیسات نفتی در عربستان و خلیج فارس تأکید می‌کنیم. رئیس جمهور مصر: حمله هایی که علیه تأسیسات نفتی عربستان انجام شد نشانگر اقدامات تروریستی آشکار است. رئیس جمهور تونس، رئیس قبلی کنفرانس سران عرب: هدف قرار دادن شهرهای عربستان توسط موشک های بالستیک را محکوم می کنیم. در کنفرانس سران عرب تنها بر همساله رئیس جمهور اسمی عراق برای خوشامد رژیم از امضای بیانیه پایانی خودداری کرد. برهمساله: بحران منطقه از جنگی خبر می‌دهد که نه از تاک نشان می‌ماند و نه از تاک نشان.
سخنگوی مجاهدین. همتاک و همتاک نشان این رژیم خونریز خاکستر و نابود باید گردد. این پیام تیک تاک زمان است. سخنگوی وزارت امور خارجه بیانیه سران برخی کشورهای عرب و خلیج فارس را که در آن اتهامات بی اساسی علیه کشورمان مطرح شده رد و محکوم کرد. موسوی گفت تلاش عربستان برای تجمیع آرای کشورهای همسایه و عربی را ادامه فرایند بی سرانجامی می دانیم که آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران طی می کنند. شاه رژیم سعودی در نشست برخی از سران عضو اتحادیه عرب بار دیگر اتهامات بی اساس آل سعود را علیه ایران تکرار کرد. همچنین در این نشست دبیرکل اتحادیه عرب به صراحت از اقدامات و جنایات عربستان در یمن حمایت کرد، اما عراق ضمن اعتراض به بیانیه پایانی و ضد ایرانی نشست سران اتحادیه عرب تاکید کرد در تدوین این بیانیه مشارکت نداشته و با آن مخالف است. رئیس جمهور عراق گفت ایران کشور مسلمان و برادر است و امنیت و ثبات آن به نفع منطقه و کشورهای عرب است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: اتحاد کشورهای خلیج فارس برای مقابله با جنگ افروزی و تروریسم رژیم ایران تعیین کننده است. کاخ سفید اعلام کرد جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا مدارک دخالت رژیم ایران در حمله به کشتی‌ها در بندر فجیره را هفته آینده به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه می‌کند. پومپئو با تأکید بر ارائه اسناد به شورای امنیت گفت بولتون درست می‌گوید. اینها تلاش‌های رژیم ایران به منظور بالا بردن قیمت نفت در سراسر جهان بوده است. شانهان در مورد تهدیدها از ناحیه رژیم ایران: حضور نظامی ما در منطقه خلیج فارس مانع از حمله علیه شهروندان آمریکایی شد، اما اوضاع همچنان ملتهب و خطر زیاد است. نیروهای نظامی به منطقه در عربستان و قطر مستقر شدند. مورگان اورتگا سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: سیاست وزیر خارجه و رئیس جمهور آمریکا به صفر رساندن صادرات نفت رژیم ایران است. ما به صورت علنی و خصوصی گفته ایم که هیچ معافیتی وجود ندارد و مصمم هستیم صادرات نفت رژیم ایران را به صفر برسانیم. برایان هوک: آمریکا اگر رژیم ایران به منافع آن حمله کند با نیروی نظامی پاسخ خواهد داد. هیچ معافیتی در مورد خرید نفت از رژیم ایران داده نخواهد شد. ورشکستگی دجال‌بازی‌های حکومتی موسوم به روز قدس برای منحرف کردن توجهات از رژیم ایران به جانب اسرائیل و فلسطین همراه با زوزه‌های ترس و وحشت از تحولات منطقه و جنگ و جدال بر سر شکست برجام. حمله آخوند جلاد ابراهیم رئیسی به آخوند شیاد حسن روحانی در نمایش حکومتی روز جمعه در بجنورد. چقدر رهبری حکیم ما فرمودند من به اینها اعتماد ندارم، ولی بعضیا گوش نکردند تا تجربه کردند فهمیدن نه آقا درست میگفتن. یه ده عناصر ضعیف الایمان یا یه عده افراد ناآگاه گوشه و کنار این روزها خیلی زمزمه میکنن که با این گرفتاری های شدیدی که ما در داخل کشور داریم بیام مسائل یک کشور یک مملکت دیگری رو مطرح کنیم و اونها رو به عنوان مسئله خودمون و حادثه خودمون مورد توجه قرار بدیم و قدرت‌های استکباری و شیطانی دنیا رو علیه خودمون تحریک کنیم. این حرفی است که زمزمه مسمومی است که در گوشه و کنار نواخته می شود. بعضی‌ها میگن خب آقا الان شما 40 ساله دارید روز قدس تظاهرات میکنید، خب چی شد؟ مذاکره مجدد چه معنا دارد؟ ضمناً این چه مذاکره است که اول شما تحریم‌های گسترده رو نسبت به ملت ایران وضع میکنید و بعد میگوید مذاکره؟ این نحو مذاکره همون امتداد عمل تحریم اوناست. بالا گرفتن جنگ گرگ‌ها در فضیحت وزیر قاتل و زن اطلاعاتی:
به دنبال انزجار عمومی از پخش فیلم مهندسی شده دستگیری و تسلیم نجفی در تلویزیون تحت امر خامنه‌ای، دادسرای جنایی رژیم اعلام کرد به زودی علیه صدا و سیما اعلام جرم می شود. صادق کوشکی از باند خامنه‌ای: مجموعه اصلاحات فقط یک قاتل کم داشت که آن هم جور شد. خبرگزاری سپاه پاسداران: قاطبه اصلاح طلبان سراسر شب قدر را در شک و بهت به سر می بردند. آنها تنها یک شب وقت نیاز داشتند تا طوری ورق را برگردانند که نه تنها قاتل تطهیر شود، بلکه خود را در جایگاه مدعی قرار دهند. روزنامه آرمان از باند روحانی: روزنامه وطن امروز کار نجفی را به پای کلیت جریان اصلاحات نوشت و تیتر زد شلیک به قلب اصلاحات. جاری شدن سیل در استانهای سمنان و خراسان شمالی و هشدار تخلیه برخی از شهرها. یار تمام عیار اشرف نشان غلام رضا خسروی پس از 12 سال پایداری در اوین و سایر زندانهای رژیم، پس از 40 ماه ایستادگی در سلول انفرادی، در 5 سالی که زیر حکم اعدام میزیست و 55 ماه شب را با حکم اعدام در آماده باش به صبح می رساند، پس از ضرب و شتم و پاره شدن گوش در 28 فروردین امسال در بند 350 اوین، پس از سلول انفرادی و 23 روز اعتصاب قضا و پس از چندین دور که تا آستانه اعدام پیش رفت، در روز میلاد امام حسین پرکشید. بر آستان پیامبر جاودان آزادی سرسایید و به معراج و دیدار رفیق اعلی شتافت. می‌خواستند او را به زانو درآورند، اما او هیبت و سولت خلیفه و جلادان و تمامی فراشان و ردی نویسان و روزخانان نظام را در حوزه‌های داخل و خارج کشور در هم شکست. به آنها تف کرد شاید که چگونه زیستن
و چگونه مردن بیاموزند. من هر لحظه آماده شهادت در راه خلق و آرمان‌های رهایی بخش مجاهدین خلق ایران می باشم و همین حکم اعدام را هم در چارچوب قضا و قدر الهی دانسته و هر شرایطی و هر حکمی را خیر مطلق می دانم و با جان و دل می پذیرم و برای آن هم افتخار می کنم. نامه فرزند مقاوم خلق غلام رضا خسروی از بند 350 اوین 11 اردیبهشت 93. رئیس جمهور برگزیده مقاومت خواهر مجاهد مریم رجوی. با سلام و درودهای بیکران، پس از 15 روز و با بازگشت به بند 350 از سلولهای 240 زندان اوین، در جریان تلاشهای مستمر و پیگیر شما در حمایت از حقوق زندانیان مظلوم و بیدفاع و آسیب دیده از یورش وحشیانه مزدوران رژیم ضد بشری آخوندی قرار گرفتند. لذا بر خود دیدم تا از همه مجاهدت‌های شما و سایر خواهران و برادران مجاهدم و اعضا و وابستگان شورای ملی مقاومت تشکر و قدردانی نمایم. باشد تا این رنج‌ها و شکنج‌ها راه به پیروزی نهایی مردم ایران که همانا استقرار دموکراسی و آزادی است باز نماید. سلام بر خلق، سلام بر آزادی. فرزند کوچک خلق قهرمان ایران غلام رضا خسروی، 11 اردیبهشت 1393. از اجتماع بزرگ امروزمان به زندانیان سیاسی و خانواده های شجاع آنها درود می‌فرستیم. آنها که با مقاومت خود رژیم ضد انسانی را با یک جام زهر دیگر در قلمرو حقوق بشر روبرو کردند. حمله وحشیانه رژیم به بند 350 در زندان اوین، همان کانون شورشی اشرف 350، وسیله‌ای برای آزار و ارعاب زندانیان سیاسی و جامعه ایران بود. بر غلام رضا خسروی که خود را با سرخترین و ممنونترین نام یعنی مجاهدین معرفی نمود و در منتهای بی‌باکی به قلب ارتجاع شلیک کرد و این چنین آرمانش را جاودانه کرد. افتخار مجاهدین خلق ایران بوده و هستند. مردم ایران از قهرمانی او به خود بالیدند و جوانان از جسارت او درس آزادگی و پیکار گرفتند. آری، زندانیان دلیر از غلام رضا تا دیگر زندانیان مجاهد و مبارز، زندانیان کرد و عرب و بلوچ و اهل سنت که این روزها در معرض اعدام و شهادت هستند، به خوبی اثبات کردند که مقاومتشان ولو با دست‌های بسته و در کنج زندان‌ها عین نبرد و کارزار سرنگونی است. مبارزه‌ای که در آن جلاد هر دم در مقابل عزم زندانی به زانو در می آید و تاریخ گواهی می دهد که تا چنین مبارزه‌ای هست دیکتاتورها هرگز با
در امان نخواهند بود. سلام بر شهیدان و سلام بر ایستادگان، سلام بر شهیدان و سلام بر ایستادگان. اشرف 350، کانون شورشی شماره 350، سوگند وفا و خروش مجسم بیا بیا، مجاهد اشرف نشان غلام رضا خسروی، قهرمانی که مرگ را مسخر کرد، خلیفه خبیث و خونریز ولایت و عملی مزدور جنایت و شقاوت را در پای تناب دار و افتخار به باد تمسخر گرفت. مسعود رجوی 12 خرداد 1393. بینندگان عزیز سیمای آزادی سلام بر شما. اخبار این ساعت را به آگاهی می‌رسانیم. در یک کلیپ صوتی که توسط نیروی سرکوبگر انتظامی رژیم آخوندی از اظهارات ضارب امام جمعه رژیم در کازرون پس از دستگیری وی منتشر شده است، حمیدرضا درخشنده درباره انگیزه‌اش از حمله به آخوند محمد خرسند، امام جمعه خامنه‌ای و سرکردگان مافیای مؤتلفه می‌گوید: بی عدالتی دیده بودم، جنایت ها را می دیدم. دلیلش خدمت شما عرض شود، یه سری چیزایی شنیده بودم و دیده بودم از بی عدالتی. حتی خودم هم می رفتم اونجا. حالا بگذاریم، انشاءالله توی فضایی براتون توضیح می دم. نگاه کن، عدالت موقعی که میری یه جایی، هر جا باید بری باید کارتو به نوع اصلا انجام بدن، طبق گفته های قرآن انجام بدن، پارتی بازی نشه. دیگه بهتون بگم مواظب خیلی مسائل ها باشن، اینا که بنده با دیدن خیلی چیزا دیگه برتر. بذار بگم، پخش کنید. من زمانی که میرفتم سراغ ثروتمندا میگفت شب خوابیدن صبح چند برابر میشه، مستضعف نداره بخوره. دلم پر میشد، میدیدم صدها مورد از این میدیدم، چقدر بخرم، چقدر به مستضعف بدم. میرفتم این جنایت ها رو میدیدم. ما چاقوکش نیستیم، جد اطلاع بهتون بگم اولین بارم بوده. دوستان بدونید همه میشناسن منو، چاقوکش هم دارم، ولی حکم قرآن. یه موقعی که آدمی چیزایی میبینه دعا میکنه. دوستان، ملت عزیز، ملت ایران، دور همتون بگردم، دور مستضعفین بگردم، دور اونایی که شب ندارین نون بخورید، دور اونایی بگردم که قسط و وام بیمارتون کرده. دوستان عزیز، بذار صداقت بگم قبل از اینکه گوش بدید پخش بشه شبکه فارس، قبل از ایشون میخواستم برم سراغ یک مستکبری که آذوقه‌های مردم را انبار کرده. نه نگاه کن، همه منو میشناسن، از بالا تا پایین میشناسن. در ششمین روز قیام شهر شورشی کازرون در فروردین ماه 97، در هنگام برگزاری نمایش جمعه رژیم، مردم به پا خواسته رو در روی امام جمعه خامنه‌ای و رژیم آخوندی که تظاهرات و راهپیمایی را غیرقانونی اعلام کرده بودند فریاد می‌زدند: می‌کشم هر که خیانت کند و وای به روزی که مسلح شویم. پنجشنبه شب طی دو اجلاس اضطراری از سران کشورهای عربی و سران کشورهای عرب حوزه خلیج فارس که در پی حملات تروریستی رژیم آخوندی و مزدورانش علیه کشتی‌های نفتکش در ساحل امارات و علیه تأسیسات نفتی عربستان برگزار گردید،
این اقدامات و سیاست‌های تروریستی و جنگ افروزانه رژیم آخوندی به شدت محکوم شد. نخستین اجلاس که سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از جمله امیر قطر و پادشاه عمان نیز در آن شرکت داشتند، با صدور بیانیه‌ای که توسط عبداللطیف الزیانی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس قرائت شد، جنگ افروزی رژیم آخوندی در منطقه و حمایت از شبه نظامیان تروریست و تهدیدات علیه آزادی کشتیرانی را محکوم کردند و خواستار مقابله قاطع با رژیم آخوندی شدند. بیانیه پایانی سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس حملات رژیم و شبه نظامیان وابسته به حکومت آخوندی به تأسیسات نفتی عربستان و کشتی‌های تجاری در آب‌های امارات و همچنین پرتاب 225 موشک به عربستان از جمله به مکه و حملات با بیش از 155 هواپیمای بدون سرنشین توسط شبه نظامیان وابسته به رژیم را محکوم کرده و بر ضرورت مقابله قاطع در برابر دخالت‌های رژیم در کشورهای منطقه، حمایت این رژیم از گروه‌های تروریستی و تسلیح و آموزش آنها برای برهم زدن ثبات و امنیت منطقه تأکید کرده است. بیانیه شورای همکاری کشورهای خلیج فارس به جامعه جهانی فراخوان می‌دهد تا با اتخاذ اقدامات قاطع علیه رژیم ایران از دستیابی رژیم به سلاح اتمی جلوگیری کرده و محدودیت‌های بیشتری بر برنامه موشک‌های بالستیکی آن وضع کند. این بیانیه یک بار دیگر بر شراکت استراتژیک میان شورای همکاری خلیج فارس و ایالات متحده آمریکا و قرارداد دو جانبه بین کشورهای این شورا و آمریکا برای تامین امنیت و ثبات منطقه تأکید کرده، از استراتژی جدید آمریکا برای مقابله با پروژه اتمی و برنامه موشک‌های بالستیکی و فعالیت‌های تجاوزکارانه حزب الله و سپاه پاسداران و شبه نظامیان حوثی و سایر سازمان‌های تروریستی حمایت کرده است. این بیانیه تهدیدات آزادی کشتیرانی و صادرات نفت از سوی رژیم ایران را نیز محکوم کرده است. پس از برگزاری کنفرانس سران کشورهای حوزه خلیج فارس، کنفرانس سران کشورهای عربی در مکه برگزار شد. در کنفرانس فوق‌العاده سران عرب که شامگاه پنجشنبه 30 می، 9 خرداد ماه به ریاست ملک سلمان در مکه برگزار شد، سران کشورهای عربی از جمله رئیس جمهور تونس قائد السبسی که تاکنون ریاست اتحادیه عرب را بر عهده داشت، رئیس جمهور مصر عبدالفتاح السیسی، پادشاه اردن ملک عبدالله، رئیس دولت فلسطین محمود عباس، نخست وزیر لبنان سعد حریری و دبیر کل اتحادیه عرب احمد ابوالقید شرکت داشتند. در آغاز کنفرانس سران عرب، ریاست پیشین این کنفرانس رئیس جمهور تونس طی سخنانی به همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم فراخواند و هدف قرار دادن شهرهای عربستان توسط موشک‌های بالستیک را محکوم کرد. به همچنین گفت نمی‌توان دخالت در امور داخلی کشورها را توجیه کرد و قابل قبول نیست که منطقه به فصل جدیدی از تشنج کشیده شود. رئیس جمهور تونس سپس ریاست کنفرانس سران کشورهای عربی را به ملک سلمان واگذار کرد. ملک سلمان پادشاه عربستان در سخنان خود گفت کنفرانس فوق‌العاده سران عرب برای مقابله با چالش‌های منطقه‌ای برگزار می‌شود. رژیم ایران تجاوز به قوانین بین‌المللی را ادامه می‌دهد. دخالت رژیم ایران در امور داخلی کشورهای منطقه، توسعه برنامه اتمی و موشکی‌اش و تهدید حمل و نقل جهانی و بازار نفت جهان، تعرض آشکار به میثاق‌نامه‌ها و ارزش‌های سازمان ملل متحد است. مكائد النظام الإيراني وأعمال الإرهابية ليمارسها مباشرة أو من خلال وكلائه بهدف تقويض الأمن العربي ومسيرة التنمية في بلاد عربية. پشتیبانی این رژیم از تروریسم به مدت 4 دهه برای چیره شدن بر منطقه سیاستی است که میثاق نامه های بین المللی آن را نمیپذیرد و ما از جامعه جهانی میخواهیم از همه راه‌ها برای جلوگیری از دخالت‌های نظام ایران در امور داخلی کشورهای دیگر، فعالیت‌های تروریستی‌اش در منطقه و جهان، توقف تهدید آزادی حمل و نقل دریایی در تنگه‌های بین‌المللی استفاده کند.
وی تأکید کرد دستانمان برای همکاری با کشورهای منطقه از جمله مردم ایران به منظور تقویت رشد و توسعه دراز است. ملک سلمان همچنین گفت تا وقتی مردم فلسطین به حقوقشان نائل آیند، مسئله فلسطین مسئله اول ماست. در کنفرانس سران عرب، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر سخنان خود را با پیام همبستگی با عربستان و امارات آغاز کرد و گفت که امنیت خلیج فارس ارتباط مستقیمی با امنیت ملی مصر دارد. وی گفت حملاتی که تأسیسات نفتی سعودی و خلیج فارس در مرز آن قرار گرفتند اقدامات تروریستی آشکار است و باید با همه ابزار با عاملان این حملات مقابله کرد. عبدالفتاح السیسی افزود باید توانایی های ذاتی من را برای مقابله با تهدیدهای تروریستی افزایش دهیم. ثم للعمل بكافه الوسائل لردع مرتكبيها ومحاسبتهم ومنع تكرار هذه الاعتداءات على الامن القومي العربي وعلى السلم والامن الدوليين. واذا كنا ملک عبدالله پادشاه اردن در سخنرانیش بر ایستادگی کشورش در کنار برادران عرب در دفاع از منافع و امنیتشان و نیاز کشورهای عربی به تلاش‌های یکپارچه و مواضع هماهنگ در قبال چالش‌های منطقه تأکید کرد. و نؤكد نحن في المملكة الأردنية الهاشمية على وقوفنا إلى جانب أشقائنا العرب في الدفاع عن مصالحهم والحفاظ على أمنهم واستقرارهم ورفضا الحازم ورفضنا الحازم لأي تدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية الشقيقة. محمود عباس رئيس دولة فلسطين گفت کشور فلسطین تعرض‌های اخیر در منطقه خلیج فارس را محکوم می‌کند و بر محکومیت حملاتی که تأسیسات نفتی در سعودی و خلیج فارس را هدف قرار داد تأکید می‌کنیم. تؤكد دولة فلسطين إدانتها الشديدة للاعتداءات التي تعرضت لها المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية والاعتداءات التي تعرضت لها السفن في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة. محمد ولید عبدالعزیز رئیس جمهوری موریتانی در کنفرانس اضطراری کشورهای عربی با تأکید بر حمایت موریتانی از عربستان گفت امت عربی با چالش‌های امنیتی بزرگی روبروست. دخالت‌های خارجی از راه مسلح‌سازی گروه‌ها به ویرانی و جنگ‌ها انجامیده است. همچنین احمد ابوالغید دبیر کل اتحادیه عرب در سخنرانی خود در کنفرانس فوق‌العاده سران عرب در مکه با عربستان به منظور مقابله با شبه نظامیان حوثی اعلام همبستگی کرد و گفت که عرب‌ها آغازگر تعدی علیه کسی نخواهند بود، اما ظلم را هم نمی‌پذیرند. غیر ان العرب كذلك لا يقبلون الضيم ولا يقرون ابدا وتحت اي ظرف ان يمس امنهم او تهدد مصالحهم. دبیر کل اتحادیه عرب افزود شبه نظامیان حوثی تحت حمایت رژیم ایران از مرزهای سرخ عبور کردند. وی گفت این شبه نظامیان وارد کشوری نمی شوند مگر اینکه آن را نابود کنند. دبیر کل اتحادیه عرب بر وابستگی امنیت خلیج فارس با امنیت کشورهای عربی تاکید کرد. در کنفرانس سران عرب تنها رئیس جمهور عراق بر همساله به حمایت از رژیم آخوندی پرداخت و به بیانیه پایانی کنفرانس سران عرب که در آن سیاست‌های رژیم ایران در منطقه محکوم شده است اعتراض کرد. اجلاس فوق‌العاده سران کشورهای عربی با صدور بیانیه‌ای به کار خود پایان داد. البيان الختامي الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. بیانیه پایانی کنفرانس سران عرب که توسط احمد ابوالقید دبیر کل جامعه عرب قرائت شد، دخالت‌های رژیم آخوندی در کشورهای منطقه را محکوم کرد. در بیانیه رهبران کشورهای عربی آمده است اقدامات شبه نظامیان حوثی مورد حمایت رژیم ایران در حمله با پهپادها به دو ایستگاه پمپاژ نفت در داخل خاک عربستان
و اقدامات خرابکارانه علیه کشتی‌های تجاری در آب‌های منطقه‌ای کشور امارات متحده عربی محکوم و تأکید شده است که رفتار جمهوری اسلامی امنیت و ثبات در این منطقه را به صورت مستقیم و خطرناکی تهدید می‌کند. طالت السفن التجاريه في المياه الاقليميه لدوله الامارات العربيه المتحده. بیانیه اجلاس فوق‌العاده سران کشورهای عربی ضمن تأکید بر همبستگی کشورهای عربی به منظور مقابله با دخالت‌های مستقیم و یا غیر مستقیم رژیم ایران در امور داخلی این کشورها که با هدف ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی انجام می‌شود، ادامه شلیک موشک‌های بالستیک ساخت رژیم ایران به عربستان سعودی از خاک یمن توسط شبه نظامیان حوثی وابسته به رژیم ایران را محکوم کرده و آن را تهدیدی علیه امنیت کشورهای عربی قلمداد کرده است. في شؤونها الداخليه سواء بشكل مباشر او غير مباشر بهدف زعزعه امنها واستقرارها وتجسيف بيانيه. همچنین ادامه حمایت‌های رژیم از شبه نظامیان حوثی علیه دولت قانونی یمن، دخالت‌های مستمر رژیم ایران در امور داخلی بحرین و کمک به تروریسم و آموزش تروریست‌ها و قاچاق سلاح و مواد انفجاری و دامن زدن به فرقه گرایی برای ایجاد ناامنی و بی‌نظمی و بی‌ثباتی در این کشورها را محکوم کرده است. بیانیه اجلاس فوق‌العاده سران کشورهای عربی بر جلوگیری از پخش برنامه کانال‌های تلویزیونی که توسط رژیم ایران تأمین مالی می‌شوند، بر روی ماهواره‌های عربی تأکید کرده و خواستار افزایش تلاش‌های دیپلماتیک کشورهای عربی برای مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده رژیم ایران در منطقه و مقابله با تلاش‌های رژیم ایران برای تهدید امنیت انرژی و آزادی آن و سلامت تأسیسات دریایی در خلیج فارس شده است. مطالبات المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لمواجهه ایران و انشطتها المزعزعه للاستقرار في المنطقه والوقوف بكل حزم وقوه ضد اي محاولات ايرانيه لتهديد امن الطاقه. بیانیه پایانی اجلاس سران کشورهای عربی همچنین دخالت‌های رژیم ایران در بحران سوریه و پیامدهای خطرناک این دخالت‌ها بر آینده این کشور را محکوم کرده است. و ما يحمل ذلك من تداعيات خطيره على مستقبل سوريا. به دنبال برگزاری اجلاس فوق‌العاده سران عرب و اجلاس سران کشورهای خلیج فارس در مکه و صدور بیانیه‌های علیه تروریسم و جنگ افروزی‌های رژیم در منطقه، رژیم آخوندی زبونانه واکنش نشان داد و این بیانیه‌ها را رد کرد. حکومت آخوندی همچنین تلاش کرد صورت سیلی خورده خود را با موضع‌گیری برهمساله رئیس جمهور اسمی عراق که برای خوشامد رژیم از امضای بیانیه پایانی خودداری کرده بود سرخ کند. برهمساله که تنها حامی رژیم آخوندی در کنفرانس سران عرب بود، در ضمن حرفهایش گفت بحران منطقه از جنگی خبر می‌دهد که نه از تاک نشان می‌ماند و نه از تاک نشان. سخنگوی مجاهدین تأکید کرد هم تاک و هم تاک نشان این رژیم خونریز خاکستر و نابود باید گردد. این پیام تیک تاک زمان است. بیانیه سران برخی کشورهای عرب و خلیج فارس را که در آن اتهامات بی اساسی علیه کشورمان مطرح شده رد و محکوم کرد. موسوی گفت تلاش عربستان برای تجمیع آرای کشورهای همسایه و عربی را ادامه فرایند بی سرانجامی می دانیم که آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران طی می کنند. شاه رژیم سعودی در نشست برخی از سران عضو اتحادیه عرب بار دیگر اتهامات بی اساس آل سعود را علیه ایران تکرار کرد. همچنین در این نشست دبیرکل اتحادیه عرب به صراحت از اقدامات و جنایات عربستان در یمن حمایت کرد، اما عراق ضمن اعتراض به بیانیه پایانی و ضد ایرانی نشست سران اتحادیه عرب تاکید کرد در تدوین این بیانیه مشارکت نداشته و با آن مخالف است. رئیس جمهور عراق گفت ایران کشور مسلمان و برادر است و امنیت و ثبات آن به نفع منطقه و کشورهای عربی است. ادامه خبرها از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران. کاخ سفید اعلام کرد جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا که به لندن سفر کرده است گفت
دولت آمریکا مدارک دخالت رژیم ایران در حمله به کشتی‌ها در بندر فجیره را هفته آینده به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه می‌کند. مشاور امنیت ملی ایالات متحده افزود تهدیدهای رژیم ایران در منطقه خاورمیانه پایان نیافته و واکنش سریع آمریکا به این تهدیدات به دفع آن کمک کرده است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر خود به اروپا ضمن تایید ارائه اسناد دخالت رژیم ایران در انفجارهای فجیره به شورای امنیت گفت سفیر بولتون درست میگوید اینها تلاش‌های رژیم ایران به منظور بالا بردن قیمت نفت در سراسر جهان بوده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره اجلاس سران کشورهای عرب و خلیج فارس در عربستان گفت ما همیشه از ابتکار عمل عربستان سعودی برای میزبانی شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب برای بحث پیرامون تهدیدات رژیم ایران حمایت می‌کنیم. اتحاد کشورهای خلیج فارس برای مقابله با جنگ افروزی و تروریسم رژیم ایران تعیین کننده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگاران تأکید کرد سیاست ایالات متحده به صفر رساندن صادرات نفت رژیم ایران است. مورگان اورتگاس گفت سیاست مایک پومپئو وزیر خارجه و رئیس جمهور آمریکا به صفر رساندن صادرات نفت رژیم ایران است. وی با اشاره به تبعیت شرکت‌های اروپایی از تحریم‌های آمریکا علیه رژیم آخوندی گفت یک سال پیش و حتی در شروع این دولت بسیاری افراد می‌گفتند که تحریم‌های یک جانبه آمریکا هرگز کارایی نخواهد داشت و جهان از کارزار ما تبعیت نخواهد کرد. ولی شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی به رغم مواضع دولت‌های اروپایی سریع‌تر از همه از این کارزار تبعیت کردند و جلودار خارج شدن از ایران بودند. ما به صورت علنی و خصوصی گفته‌ایم که هیچ معافیتی وجود ندارد و می‌خواهیم صادرات نفت رژیم ایران را به صفر برسانیم. پاتریک شانهان جانشین وزیر دفاع آمریکا درباره تهدیدها از ناحیه رژیم ایران گفت حضور نظامی ما در منطقه خلیج فارس مانع از حمله‌ای شد که در آستانه وقوع علیه شهروندان آمریکایی در عراق بود اما هنوز تهدید وجود دارد. اوضاع همچنان ملتهب است و خطر تهدید بالاست. شانهان که در مسیر سفر آسیاییش صحبت می‌کرد افزود نیروهای آمریکایی اعزامی به منطقه در عربستان و قطر مستقر شدند. برایان هوک نماینده ویژه آمریکا برای ایران یک بار دیگر تأکید کرد آمریکا در صورتی که رژیم ایران به منافع آن حمله کند با نیروی نظامی پاسخ خواهد داد. وی افزود اقداماتی که آمریکا تاکنون در منطقه خلیج فارس اتخاذ کرده شامل جابجایی نیروهای نظامی است و این امر تأثیر بازدارندگی مطلوبی بر محاسبات رژیم ایران داشته است. برایان هوک همچنین در مورد برخی خبرها که گویا مجوز واردات میزان کمی نفت از ایران برای هند و چین تایید شده است گفت هیچ معافیتی داده نخواهد شد و افزود هر وارد کردن نفت توسط هر کشوری بعد از معافیتهایی که از نوامبر سال گذشته تا ماه میلادی جاری داده شده بود مورد تحریم قرار خواهد گرفت. نماینده ویژه آمریکا برای ایران طی اطلاعیه‌ای در روز جمعه بار دیگر تأکید کرد سیاست قاطع ما این است که خرید نفت از ایران را به طور کامل به صفر برسانیم. ادامه خبرها از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران. نمایش‌های حکومتی روز قدس با زوزه‌های ترس و وحشت از تحولات منطقه و جنگ و جدال درونی رژیم بر سر شکست برجام همراه بود. در نمایش حکومتی رژیم در روز جمعه در بیلجند، آخوندک جلاد ابراهیم رئیسی در سخنرانی خود با حمله به آخوند شیاد حسن روحانی در مورد شکست برجام گفت چقدر رهبری حکیم ما فرمودند
من به اینها اعتماد ندارم، ولی بعضیا گوش نکردند، تا تجربه کردن فهمیدن نه آقا درست میگفتن، فریاد زدن من به اینها اعتماد ندارم. بله اینا میان امضا میکنند، اما چند سالی رئیس جمهور دیگه میاد تو امریکا، رئیس جمهور نادان بیخرد، میگه کی گفته که این قرارداد امضا بشه؟ میگن آقا ایران اسلامی به تعهداتش عمل کرد، ما پیش پرداخت کردیم، تعهدات عمل شد. میگه باشه عمل شده باشه. آخوند علم الهدا نماینده و امام جمعه خامنه‌ای در مشهد در واکنشی ترسان از مخالفت عمومی با نمایش‌های دجالگرانه موسوم به روز قدس و سیاست‌های جنگ افروزانه خامنه‌ای گفت: میگویند روز قدس به ما چه و چرا ما دنیا را علیه خودمان تحریک می‌کنیم؟ نکته اول که روز قدس جریان فلسطین به ما چه؟ یه ده عناصر ضعیف الایمان یا یه عده افراد ناآگاه گوشه و کنار این روزها خیلی زمزمه میکنن که با این گرفتاری های شدیدی که ما در داخل کشور داریم بیام مسائل یک کشور یه مملکت دیگری رو مطرح کنیم و اونها رو به عنوان مسئله خودمون و حادثه خودمون مورد توجه قرار بدیم و قدرت‌های استکباری و شیطانی دنیا رو علیه خودمون تحریک کنیم. این حرفی است که زمزمه مسمومی است که در گوشه و کنار نواخته می‌شود. بعضی‌ها میگن خب آقا الان شما 40 ساله دارید روز قدس تظاهرات می‌کنید، خب چی شد؟ مگه با لفظ و با شعار میشه به جنگ دشمن، اونم نه یه روز نه دو روز، 40 سال هر روز جمعه آخر ماه رمضان هی ما شعار بدیم اونم فلسطینیا رو بکشن، خانه های غزه رو خراب کنن، بر سر مردم آتش بریزن، ما فقط در مقابل داریم شعار میدیم. آخوند صدیقی امام جمعه خامنه‌ای در تهران نیز آخوند روحانی را به خاطر شکست برجام سرزنش کرد و سعی کرد خامنه‌ای را که آغازگر مذاکرات بوده تبرئه کند. اما مسئله مذاکره با آمریکا، خب در سال 92 زمزمه مذاکره شروع شد و عده‌ای رفتن نشستن صحبت کردن رفت آمد، علی‌رغم هشدارهای خیلی صریح و شفاف مقام معظم رهبری که به دشمن اعتماد نکنید، از دشمن تضمین بگیرید، به لبخندهای اونها فریب نخورید. قضیه فرجام بدون هیچ تضمینی انجام شد و مسئله مذاکره فلسفهش لغو تحریم بود، اونم همه تحریم، شعارها، سخنرانیها، میتینگها، چقدر سر و صدا کردن لغو همه تحریمها. خب کو نه لغو تحریم شد، بلکه تحریمهای بعدی هم در زمان اوباما هم اضافه شد به این. اروپاست که باز همون راه رو میرود، نه تنها جبران نکرد خسارت ها رو، نه تنها با عهد شکنی امریکا مقابله نکرد، به یک تأسف میخوریم بسنده کردن و به فرمان امریکا که تازه اجازه هم داده بود معامله نفتی با ما داشته باشن، معامله نفتی هم با ما نکردن. بروید به مراکز تولید سر بزنید، در حال جان دادنن. این وضعیت ارضی، دو تن از کارشناسان کاخ سفید از اقتصاددانهای امریکا تصریح کردن کاری که ما کردیم در مورد ارز، قیمت ارز را به جای رسوندیم که برای مدیریت این چنینی مشکل ساز خواهد شد. امید بستن به این ها. ما امروز واقعا این بی ارزش شدن پول ملی ما یه سرفکندگی، ما هم در داخل و هم در خارج و بحران گرانی ها هم کنترل نشده. پاسدار علی لاریجانی رئیس مجلس ارتجاء در سخنرانی خود در جامع بازار تهران با تکرار حرف خامنه‌ای در مورد مذاکره گفت:
این نحوه مذاکره مد نظر آمریکا همون امتداد عمل تحریم آنهاست. امسال قدری شرایط متفاوت هست از چند جهت. یکی از نظر توطئه‌های پیچیده‌تری که آمریکا و دنباله‌هاش در منطقه داره دنبال می‌کنن، مذاکره مجدد چه معنا داره؟ ضمناً این چه مذاکره است که اول شما تحریم‌های گسترده رو نسبت به ملت ایران وضع می‌کنید و بعد می‌گویید مذاکره؟ این نحوه مذاکره همون امتداد عمل تحریم اوناست. چه مذاکره ای؟ این مثل این میمونه یه مش دزد بیان یه خونه ای رو اموالشونو بگیرن، وقتی اموالو گرفتن در بزنن بیان حاج آقا اومدیم مذاکره کنیم. چه مذاکره ای؟ اگه میخوای مذاکره اموالو پس بده برو، اگه مذاکره لازم نداره. ما روی مسئله دفاعی کشورمون حاضر نیستیم مذاکره کنیم چون راهی غیر از این وجود نداره. خودشون میگن ما به زور متوسلیم. پس این شعار مذاکره پوچ است. همون که طوری که رهبری معظم فرمودن اقدامات متقابل علیه ستم آمریکا در بحث اتمی آغاز شده، مستمرن هم ادامه خواهد یافت تا سر عقل بیان. در مورد قدرت موشکی و برد آن هم چرا باید مذاکره کنیم؟ مگر با دشمنان ما در این زمینه شما مذاکره کردید؟ خبرها را با گزارشی از بالا گرفتن جنگ گرگ‌ها در فضیحت وزیر قاتل و زن اطلاعاتی ادامه می‌دهیم. در حالی که روز پنجشنبه جسد میترا استاد دفن شد، پشت صحنه جنگ گرگ‌ها در این ماجرا همچنان در منابع حکومتی آشکار است و به دنبال انزجار شدید عمومی از پخش مهندسی شده دستگیری و تسلیم نجفی در تلویزیون تحت امر خامنه‌ای، دادسرای جنایی رژیم به ناگزیر اعلام کرد به زودی علیه صدا و سیما اعلام جرم می شود. یک وکیل دادگستری رژیم نیز گفت بعد از حادثه قتل اتفاقات عجیبی در مرحله تحقیقات مقدماتی رخ داد و شاهد بودیم که هیچ یک از حقوق متهم رعایت نشده است. به افسود موارد قانونی بسیاری در این پرونده نقض شده است، از جمله اینکه آلت جرم پیش از هر گونه بررسی به خبرنگار صدا و سیما سپرده شده و بدون اعلام نظر مرجع رسمی خبرنگار آن سلاح را آلت قتال خوانده و حتی گلوله‌ها را که باید برای انگشت‌نگاری ارسال شود دستمالی می‌کند. یک حقوقدان دیگر رژیم نیز می‌گوید این نمایش کاملا مدیریت شده است. از سوی دیگر روزنامه سپاه پاسداران درباره ارتباط میترا استاد و سپاه و وزارت اطلاعات در استدلال مسخره‌ای برای تبرئه کردن سپاه نوشته کسی نمی‌پرسد این سیاستمدار ورشکسته چقدر به عنوان یک سوژه امنیتی می‌تواند مورد توجه باشد. آنان کوشیدند بگویند ورود میترا استاد به زندگی نجفی نقشه‌ای از سوی محمد باقر قالیباف بوده است. خبرگزاری سپاه پاسداران نیز در واکنشی تدافعی نوشته است جدا از واکنش‌های پراکنده قاطبه اصلاح طلبان سراسر شب قدر را در شک و بهت به سر می بردند. البته آنها تنها یک شب وقت نیاز داشتند تا طوری ورق را برگردانند که نه تنها قاتل تطهیر شود بلکه خود را در جایگاه مدعی قرار دهند. روزنامه حکومتی آرمان نیز روی تیتر شلیک به قلب اصلاحات انگوش گذاشته و می نویسد روزنامه وطن امروز در صفحه اول خود کار نجفی را به پای کلیت جریان اصلاحات نوشت و تیتر زد شلیک به قلب اصلاحات. صادق خوشی از باند خامنه‌ای هم نوشته است مجموعه اصلاحات فقط یک قاتل کم داشت که آن هم جور شد. علی شکوری راد از باند مغلوب رژیم نیز نوشت سرنوشت نجفی وضعیتی بیرون زده مجموعه تعارضات اخلاقی، سیاسی، اجتماعی، مدیریتی و غرقابی است که همه در آن گرفتارند. علیرضا معزی دبیر شورای اصلاح رسانی دولت روحانی نیز با انتقاد از نحوه عملکرد رادیو تلویزیون رژیم نوشت این شور و هیجان زدگی صدا و سیما که از قاب تلویزیون بیرون زده قابل توجه نیست مگر اینکه پای انگیزه ها و دلایل فرامتنی در میان باشد.
در میان عبدالرضا داوری مشاور محمود احمدی نژاد هم نوشته است نجفی فردی با نفوذ است و میتوانست با مبلغی محدود حذف فیزیکی میترا استاد را برون سپاری کرده و رد پای هم از خود باقی نگذارد. بارندگی های اخیر در استان های تهران، خراسان شمالی و رضوی و سمنان همراه با رگبار و رعد و برق و طوفان خساراتی بر جای گذاشت و در برخی شهرها هشدار تخلیه اماکن داده شده است. در یزد، اصفهان و خراسان جنوبی طوفان با گرد و خاک و آلودگی هوا همراه بود. روز جمعه تگرد و رعد و برق در سمنان مردم این استان را غافلگیر کرد. در شهرهای مهدیشهر، در جزین و سرخه استان سمنان بعد از ظهر روز پنجشنبه سیلاب جاری شد. در مهدیشهر سیلاب به همراه ریزش گل و لای و سنگ خسارات زیادی بر جای گذاشت. عصر روز جمعه به دنبال بارندگی شدید در شهرهای مهدیشهر و سرخی سمنان سیل جاری شده و وضعیت بحرانی اعلام شده است. در خراسان شمالی در شهر اسفراین بارندگی‌های شدید باعث جاری شدن سیل شده و به مردم اسفراین دستور تخلیه شهر داده شده است. در روستای خسروجرد سبزوار روز پنجشنبه سیل شدید حداقل 7 خودرو را با خود برد و آنها را در هم کوبید. از یکی از این خودروها هموطنی 22 ساله در سیل غرق شد. پیش بینی شده که استانهای قزوین، البرز، تهران، سمنان، خراسانهای رضوی و شمالی، دامنه‌های اصفهان مرکزی و چهارمحال بختیاری در روزهای شنبه و یک شنبه با رگبار باران، صاعقه و وزش باد شدید روبرو خواهند بود. بینندگان عزیز، به پایان اخبار این ساعت رسیدیم. هم‌اکنون مناسبت سالگرد شهادت مجاهد قهرمان غلامرضا خسروی، پیام مسعود رجوی، 12 خرداد 1393 پخش می‌شود. خدا نگهداری شما.